در مورد معاینات دوره‌ای مردان، این نکته برای همه آقایون بالاخره پیش میاد. از یه سنی به بعد معاینات دوره‌ای اورولوژیک براشون لازمه. حالا رشته اورولوژی چه چیزهایی رو شامل میشه؟ متخصص اورولوژی کسیه که به این اندام‌هایی که من خدمتتون عرض می‌کنم میپردازه و اونها رو بررسی می‌کنه و سلامت اونها رو می‌سنجه. کلیه‌ها، حالب‌ها، مثانه، مجرای ادرار، دستگاه تناسلی مردان، دستگاه تناسلی خارجی مردان، دستگاه تناسلی داخلی مردان و بیماری‌هایی که میتونن در این زمینه‌ها دخیل باشن. وقتی که شما به یه اورولوژی، به یه متخصص اورولوژی مراجعه می‌کنین، طبیعتاً یه سری چیزها رو باید انتظار داشته باشین. در وهله اول این کار در ایران روتین نیست، ولی چه بهتر که در آینده به صورت عادی در بیاد و همه کسانی که به اورولوژیست مراجعه میکنن یه آزمایش ادرار دست کم دستشون باشه. این یه چیز، یک ارزیابی اولیه است که حتما لازمه در ابتدای کار داشته باشن. نکته دوم، مسلماً وقتی که وارد مطب اورولوژی میشین، اورولوژیست یه پرسشنامه رو در اختیارتون قرار میده، ایشون یا منشی ایشون. این پرسشنامه همونجا پر خواهد شد. در این پرسشنامه تمامی بیماری‌های زمینه قبلی شما، داروهایی که در گذشته مصرف می‌کردید، اینکه داروهایی رو خودتون از داروخانه گرفته باشید به صورت OTC و یا اینکه بیماری‌هایی که داشتید و درمان شده، بیماری‌هایی که هنوز درمان کامل در موردشون صورت نگرفته و مسائل دیگه‌ای که می‌تونن به مسائل اورولوژی مرتبط باشن، این پرسشنامه حاوی تمامی این مطالب هست. اما علاوه بر اون ممکنه که جداولی هم در اختیار شما قرار داده بشه که این جداول رو بعداً باید پر بکنید. تعداد دفعات ادرار کردن و یا حجم ادرار که کم یا زیاد بشه، تغییراتی که در رنگ یا بوی ادرار ممکنه اتفاق بیفته و تعداد دفعات نزدیکی در طی هفته، مسائل از این قبیل در جدول بندی های ممکنه در اختیارتون قرار بگیره که شما باید اونها رو بعداً پر بکنید. طبیعتاً مسائل دیگه ای از شما درخواست خواهد شد، سوالاتی از شما پرسیده خواهد شد در مورد اینکه در زمینه نزدیکیتون آیا مشکلی دارید یا ندارید، آیا لذت کافی رو از ارتباط جنسیتون میبرید یا نمیبرید، برای نزدیکیتون در ابتدا چه مشکلاتی داشتید، چگونه حلشون کردید و مسائل دیگه از این قبیل. همه اینها جزء پرسش های اورولوژیست خواهد بود و بعد از این ماجراها تازه میرسیم به مسئله معاینه. دو ناحیه مورد نظر هستند برای اورولوژیست. یکی دستگاه تناسلی خارجی که طبیعتاً تماماً بررسی خواهد شد و نکته دوم بررسی پروستات، که بررسی پروستات بدون انجام معاینه مقعدی امکان پذیر نیست. پس طبیعتاً هر مراجعه‌ای به یک اورولوژیست در اولین نوبتش دست کم یک معاینه پروستات رو هم از طریق مقعد در بر خواهد داشت. مراحل بعدی میمونه مطالعات تکمیلی، یعنی ممکنه که اورولوژیست نیاز داشته باشه که برای تشخیص بیماری شما کارهای تکمیلتری رو انجام بده. این مطالعات تکمیلتر میتونن شامل دو مورد باشن: سونوگرافی که تمامی اندامهای داخلی رو بررسی میکنه و علاوه بر اون CT scan. بعد از اون تازه میرسیم به پلن درمانی، یعنی ما به یه تشخیصی رسیدیم، حالا پلن درمانی مطرح میشه که اورولوژیست برای شما برنامه‌ریزی میکنه که در طی مراحل آینده چه کارهایی رو باید انجام بدید، از چه داروهایی استفاده بکنید و پیگیری شما بعد از چه مدت انجام خواهد شد. این اون چیزی هست که در مطب یک اورولوژیست شما باهاش مواجه خواهید شد.